سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی نور. خوشحالم از اینکه با قسمت دیگری از سری برنامه‌های سردبیر در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. مطابق چهارشنبه‌های هر هفته در خدمت جناب آقای حمید آصفی تحلیلگر سیاسی از ایران هستیم که قبول زحمت کردن همراه من هستن در این برنامه. سلام عرض می‌کنم جناب آقای آصفی و سپاسگزارم از حضور و همراهی شما در برنامه. سلام و درود بر شما و بینندگان محترم، در خدمتتون هستم. سپاسگزارم جناب آصفی. آقای رئیسی طبق پیشبینی بسیاری به عنوان رئیس جمهور آینده ایران معرفی شد. خب به هر حال حرف و حدیث‌های بسیار زیادی بود راجع به اینکه خب ایشان از پیش از این انتخاب شده بودن تا از صندوق‌های رأی در بیان و خب نهایتاً همین اتفاق هم افتاد، اما عکس‌العمل‌های متفاوتی راجع به انتخاب ایشون و صلاحیت ایشون در حوزه‌های مختلف تا الان مطرح شده. یکی از مسائلی که الان بسیار در فضای مجازی مورد نقد و در بررسی هست بحث آرای باطله یا بحث عدم مشارکت هست که ظاهراً ضریب یا درصد بسیار زیادی رو شامل میشه. خواستم نظر شما رو بپرسم مفهوم و پیام این آرای باطله و عدم مشارکت، نزدیک به 50% عدم مشارکت در انتخابات داشتیم، پیام اینها چه میتونه باشه؟ ببینید، یک قانونی در قانون انتخابات تو وزارت کشور هست، وقتی که چون هماهنگ با همزمان با چند انتخابات ورودی، ابتدا میگن میپرسن که آقا شما به کی میخواید رأی بدید؟ به مجلس میخواید رأی بدید؟ به شوراها میخواید رأی بدید؟ به ریاست جمهوری میخواید رأی بدید؟ به خبرگان میخواید بدید؟ خصوصا در تهران 4 انتخابات تقریبا همزمان برگزار شد. برخلاف رویه های گذشته، دوره های گذشته، طرف می اومد داخل می گفت که من فقط ریاست جمهوری میخوام رأی بدم، برگه اون نمیش میدن. خب اینا وقتی این برگه رو میدن، با توجه به اون موج گسترده تحریمی که در جامعه بود، که این تحریم به نوعی مثلا در کلان شهری مثل تهران، یکی مثلا دوستاش فقط تو شورا بره بده، حالا فامیلش هست، دوستش هست، یا اعتقادی داره مثلا نهاد شورا باید برقرار بشه، اونو میگرفت. ولی توی اون صندوق ریاست جمهوری حالا یا یه شعاری دیگه مینوشت، یا یه اسمی دیگه مینوشت، یا یه تطلو مینوشت، یا مینوشت خاتمی، یا مینوشت احمدی نژاد، یا یه چیز مسخره‌ای مینوشت. روی این اصله که این دوره به اصطلاح آرای باطله بسیار پیشی گرفت، از یعنی نفر دوم این انتخابات آرای باطله بود. در اصل اول آقای رئیسی بود، بعد آقای بعد آرای باطله. موضوع دیگر این بود که یک حقه‌ای که این دوره در انتخابات به کار گرفته شد، بر اساس اون تچک‌های تعرفه‌هایی که تو رسانه ثبت بود، توی سامانه الکترونیکی وزارت کشور ثبت بود، بر اساس اون آمدن چیز کردن، به اصطلاح میزان آرا رو اعلام کردن. ولی به طور واقعی این بود که علارغم این که 4 تعرفه مثلا در تهران میدادن یا در شهرستان، 2 تعرفه، یه تعرفه شورای شهر، یه تعرفه هم ریاست جمهوری، طرف اصلا نمینداخت این رو، نمینداخت مثلا مال ریاست جمهوری رو نمینداخت، ولی مثلا مال شورای شهر رو میرفت مینداخت. و این مسئله حتی یا برعکس به گونه ای شده که در بعضی از شهرستان ها آرای باطله از آرای عضو شورای شهر که برنده شده بیشتره. یعنی این یه پدیده های عجیبی رو ما توی این انتخابات دیدیم. و دوم این که در خیلی جاهایی که نمیخواستن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنن، اون رو پرت میدادن. یعنی تنها آرای باطله نیست، اصلا میرفتن مچاله میکردن، پرت میدادن، فقط شورا رو مینوشن. وزارت کشور بر اساس اون تعرفه هایی که در سامانه الکترونیکی خودش، ببین ما تمام این تحلیل ها و آنالیز
مسائل داریم میکنیم بر اساس خود اظهاری حاکمیت و وزارت کشوره. ما راستازمایی که نمیتونیم بکنیم. اگه بخواید راستازمایی میشه باید یک رسانه های مستقل آزادی در این کشور حاکم بود، احزاب مستقل و آزادی در این کشور، اپوزیسیون آزاد می بودن، یه نظارت ملی، حالا اگه بین المللی هم بشه که چه بهتر می بود. اون موقع ما میتونستیم واقعا بفهمیم که در درون این بسته انتخابات و اون اتاق تجمیع و اون شکل مدیریت تجمیع آرا رو ما موقع خیلی راحت میتونستیم دراریم و مشخص بشه که واقعا آرای واقعی اینقدر. تا اونجایی که من اطلاع دارم در هیچ کجای جهان در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته آرای باطل رو جزو آرای مشارکت کننده نمیارن، اصلا نمیخونن. یعنی ما اگر بر اساس این سنت ها و معیارهای دموکراتیکی که در کشورهای مختلف بوده بخوایم بررسی بکنیم، خب 48% و خورده اگر اشتباه نکنم میگن رأی دادن مردم، یعنی باز از نیم کمتر بر اساس همین آمار. اگر این 17% آرای باطل رو کم بکنیم خب میشه همون 33%، یعنی بازم جمهوری اسلامی اینجا بازنده است. منتها اینها هر نوع رأی باطله، این رأی باطل هم خب دلایل مختلفی داره. یه دم حالا ارتشی هم فقط موری تو شناسنامشون میخوان بخورن، سربازایی که میوردن، کسایی که بعدن فارغ التحصیل شدن حالا میخوان یا میگن میشویم بعدن تو استخدامی مشکلی برامون پیش نیاد، فقط یه موری تو شناسنامه بخوره رد شه. یه ده کارمند دولت بودن از سر ناچاری، باز اینا به همین شکل. خب برای همینه که در تاریخ جمهوری اسلامی که فقط ما همیشه 2% 3% آرای باطل بوده، 2% این بار میرسه به 17%. و این از لحاظ معیارها و سنت‌های دموکراتیکی که در تمام حتی قوانین خود بین المجالس اونجایی که من میدونم اینا نباید خونده بشن، اما جمهوری اسلامی میخونه، جمهوری اسلامی میخونه و اینو بخشی از مشروعیت خودش میدونه که باطل شده. میگه به هر حال اومدن رأی به نظام دادن. حالا اگر همه میرفتن مثلا بر حسب اون که قرار بود آقای رئیسی انتخاب بشه رأی به آقای همتی میدادن، میگفتن خب این رأی به نظام، نهایتاً میگفتن با کرروی هرچی تمتن میگفتن رأی به نظام بوده. اون که آقای همتی هم البته خود نظامه، یعنی بخشی از نظامه. یا در دوره که آقای خاتمی به هر حال یه چیز متفاوت بود و باور نمی‌کرد آقای خامنه ای این رأی بیاره و حسی اصلی باور نمی‌کرد، فکر برای فقط بازارگرمی انتخابات آورده بودن، خود آقای خاتمی هم باور نمی‌کرد برنده بشه. نهایتاً بعد از این که 30 میلیون نفر شرکت می‌کنن و 20 میلیون آرای آقای خاتمی، میگن این رأی به نظام. حالا جمهوری اسلامی با این منطق به این قضیه انتخابات نگاه میکنه، اینی که این انتخابات بر اساس خود اظهاری خود وزارت کشور تا همین جاش یک انتخابات مفتزهی بوده، یک انتخابات نمایشی بوده و ابر و باد و مه و خورشیدی که در دست جمهوری اسلامی به زعم خودش بوده به کار گرفتن که این آقا رو از صندوق رأی بیرون بیارن. نکته پایانی و جالب این بود که آقای وحید حقانی میاد یه بیانیه میده و میگه این از امدادات الهی بود که این سکاندید انصراف ندادن، آقای همتی و دیگران اینا خودشون رو قربانی نظام کردن، اگر اینها استعفا میدادن حتی اگر وزارت کشور هم نمیپذیرفت آقای رئیسی در یک انتخابات بیرقیب این رأی میورد و این به لحاظ مشروعیت و به لحاظ مثلا مقبولیت و مسائلی دیگه خیلی بحران جدی تولید میکرد و من تشکر میکنم که البته همون روز خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه تند با ایشون برخورد کرد و این نشون دهنده اینه که به هر حال آغاز شکاف ها و تنش هایی که در خود اردوی نیروهای حاکمیت داره رخ میده. من از تو مصاحبه های قبلی و در اینترنشنال و بی بی سی و جاهای دیگه که مناظره بود و میزه گرد بود و یا مصاحبه تک نفره بود گفتم که شنبه به بعد صورت مسئله سیاسی و بحث به اصطلاح اون تحلیلی که ما الان تا کنیم روی سفارایی سیاسی بین جناح‌های حاکمیت داشتیم و رابطه‌شون با جامعه مدنی و مردم ایران
این یک ورق ورقی خواهد بود و یک ورق تاریخی است و یک صحنه دیگر و یک شرایط دیگری را ما داریم و از شنبه ما تحلیل هامون به یک نوعی دیگر تغییر خواهد کرد و باید به گونه دیگر تحلیل بکنیم. در مجموع من در تکمیل این قسمت هم بگویم که به هر حال این موفقیت رو باید به مردم تبریک گفت، باید به جامعه مدنی تبریک گفت، برای احزاب سیاسی تبریک گفت. ولی یه نکته هم میخوام عرض کنم که شاید حالا زیادم بعضیا خوششون نیان، واقعیت امینه این نشان دهنده بلوغ و آگاهی بالای جامعه بود. اپوزیسیون که فرمانی یا فراخوانی میده ایرادی نداره، همراهی کردن با مردم به یک نوعی، ولی این که بخوان بیان مصادره یک جریان مصادره کنه به نام خودش، این غلطه و قابل قبول نیست. این اون خودآگاهی ملی جامعه بود. اگه اپوزیسیون هم اصلا مداخله نمی کردن تو این قضیه، نمیگم بی تأثیر بوده، نمیگم هیچ تأثیر نداشته، ولی باز میزان تحریم یه مقدار بالا پایین می شد. ولی این همسویی تحلیلی و همسویی و همکاری که بین اپوزیسیون و مردم و همراهی که کردن و به اضافه اینکه تحلیل مشترکی که در تمام نیروهای اپوزیسیون بودن، این یه گام به سمت همگرایی و این که کار اصلی از شنبه شروع شده که بعد از پسا انتخابات باید چه کار باید بکنن. این قسمت هم حالا اگر شد تو سال بعدی اگر شرایط دیدید بحث خواهیم کرد، ولی در مجموع در پاسخ سوال شما میخوام بگم که بلاز تکنیکی حتی وزارت کشور و مجریان انتخابات یک قول معروف خیلی مبتدی و آماتوری با این مسئله برخورد کردن. 3.5%، 3.5 میلیون نفر رو میان عضو مثلا باطل رو چیز میکنن بر اساس تعرفه هاشون که خودشون دادن. آره این تعرفه ها وسط را گم شد، وسط را آتیش گرفت، مثل اون هلیکوپتره که توی دسول افتاد و یک نفر هم کشته شد، اون طرف هم از بین رفتن. شما اونها هم با جزء مشارکت کننده ها بخونید. حالا ما دقیقا نمیدونیم آیا داشته میبرده تعرفه رو که اونجا مردم رای گیری بکنن یا رای گیری شده داشتن میبردن. خب ولی اگر جناب آسفی ببخشید، من چون یک بحث آقای رئیس یک بحث بسیار پردامنه‌ای هست، دیروز آقای رئیسی کنفرانس خبری در واقع برگزار کرد، حالا حرف و حدیث های بسیار زیادی پیرامون این کنفرانس خبری مطرح شد. اولا ظاهرا قرار بود این کنفرانس خبری 2 ساعت یا بیشتر باشه، در 1 ساعت کنفرانس جمع شد. بعدش خبر منتشر شد مبنی بر این که تعدادی از خبرنگاران رسانه های خارجی بر اساس اولین حالا زمانی که اعلام شده برای این کنفرانس خبری ویزای 8 روزه گرفته بودن و 2 بار این کنفرانس روزش تغییر کرد و برخی از اینها ویزاشون تمام شد و مجبور شدن برگردن شب قبل و امکان حضور در این کنفرانس رو پیدا نکردن. خبر که میگم موثق هست. و همچنین خب ما دیدیم در این کنفرانس خبری، حالا به قول یا به هر حال نظر بسیاری از تحلیلگران، بسیار کنفرانس خبری ضعیفی بود و آقای رئیسی هم به یک سری کلیگویات آمدن بسنده کردن. اولا میخواستم در رابطه با این کنفرانس خبری نظر شما رو بپرسم، چگونه برآورد میکنین یا تحلیل میکنین این کنفرانس رو؟ و یک سوال بسیار جالبی هم حالا مطرح شد در رابطه با نقش آقای رئیسی در کشتارهای داعش است که ایشون برای اولین بار ظاهرا مسئولیت اون رو پذیرفتن و اعلام کردند که باید به این کار افتخار کنیم یا به افتخار بکنن. نظر شما راجع به این کنفرانس خبری و پاسخهای آقای رئیسی چه بود؟ ازم بزرگتون همون چیزی که آقای میرعلیزاده گفت، ایشون 6 کلاس سواد بیشتر نداره، بعد رفته فقه و حقوق فقهی خونده، حالا کجا هم خونده ما نمیدونیم، میگن خونده و دکتراشو گرفته. با این که میشه مملکت اداره کرد با این حد از سواد و فقط آدمی بودی که تو به قول خود آقای روحانی تو اون دوره میگفت 35 سال فقط آدم کشتن و اعدام کردن،
با این حد از مدیریت و سواد و چیز، آیا واقعا میشه کشور پیچیده و یک دولتی که به هر حال همین دولتی که الان به شکل اسقاط شده هست و ماشین قرازه هست، باز اینم یک سواد خیلی بالایی مواد که بشن، یک تدبیر بالا و تجربه بالایی مواد که با اینو اداره بکنه. خب آقای رئیسی این کارو نداره و آقای رئیسی به نظر من یه نیروی بیخاصیتیه که فقط دارن ادارهش میکنن. یعنی هیئت دولتش رو قطعا از ریز، از معاونین، از فرمانداران، از بخشداران، همه رو سپاهی ها یا هرکز مرکزی قدرت، هرکز هستی سطح قدرت براش تعیین میکنه. خب هیچ وقت هم توی مسائل سیاسی این چنینی که خبر بیاد و از موضع یک رئیس جمهور منتخب صحبت بکنه مواجه نبوده و این نشون داد حد خرد و حد توانمندی این آدم اینه. و وزرایی هم که احتمالاً انتخاب بکنن به مراتب وزرای بیدانش و بیتدبیرتر از خودش هستن. این مسئله وجود داره و این که مواجه میشه برای اولین بار واقعا در سطح بسیار ضعیف. حالا یه زمانی آقای خاتمی مثلا هر حال خوب آدم تحصیل کرده بود و با روشنفکران به یک نوعی دمخور بوده، زمانی که میومد گفتگوهای اینجوری میکرد همه توجه جلب میشد، یا خارج از کشور میرفت سخنرانی میکرد، موضعی میگرفت، مثلا یه جوری بود که حداقل من ایرانی که تو تهران نشستم اگرم رأی ندادم با آقای خاتمی، اگر حتی نظر منفی به کلیت سیستم دارم، بازم یه انگیزهی پیدا میشد از دقل آدم به حرفاش گوش بده، احساس میکرد یه حرف متفاوت داره میزنه و وارده. ایشون که اصلا هیچ کدوم از اینا رو، از این پرنسیپ ها رو واقعا نداشت. و نکته مهم اینه که ایشون در برای اولین بار میاد در رابطه با قتل‌های دهه 60 مورد پرسش و مؤاخذه قرار میگیره. و خیلی جالبه همینجوری که در رأی‌گیری‌های مهندسی نظر آقای خامنه‌ای به نیروی دیگه هست، مردم از غرب میرفتن به نیروی دیگه رأی میدادن که حداقل یه لجبازی اینجوری بکنن، این مردمی که میرفتن رأی میدادن، بلافاصله اون نیروی مغضوبی که رأی نمیورد یه سمت بالاتر میدادن. نمونش هم خود همین آقای رئیسیه، در دور قبلی رأی نیورد کردنش رئیس قوه قضاییه که به مراتب قدرتش از رئیس جمهور بالاتره. یا آقای قالیباف رأی نیورد شد رئیس قوه مقننه. این مسئله تو جمهوری اسلامی انگار یه عادت و یک دهنکجی، یعنی به این دهنکجی ها و به این پاسخگونه بودن ها نهادینه شده و از موضع خود حق پنداری و خدا محوری که تو ذهن آقایون هست، که همونجوری که آقای پور محمدی داشت سوال کرد، میگفت نه من شبا راحت میخوابم، من حکم خدا رو جاری کردم. ایشون هم به گونه ای صحبت میکرد که انگار باید یه نوبلیستا جمع بشن یه جایزه نوبلی به ایشون بدن. میگه ما داعشی ها رو کشتیم. مرد حساب کدوم داعشی؟ در سال 67 که همه اینا قوت گرفته بودن، تو زندان بودن. من کار ندارم اعدام های دهه 60 و اونجا هم باشون با مسئله دارم و میتونم من وارد بشم، الان وقت کمه. آقا شما دهه 60 بله اونا زدن شما هم زدید، اونا هم یه تقابلاتی داشتن شما هم تقابلاتی داشتید، معلبس باز متهم اصلی خود شما هستید. اما در قتل های 67، در قتل آن و نسکشی 67، چه چیزی رو فایل آقای منتظری هست که خطاب به ایشون میگه شما جنایتکار تاریخ میشید، به از شما نام میبرن. آقای محترم با قول آقای منتظری باز میگه یعنی ما آرایی که خودمون دادیم، حکمایی که خودمون دادیم، یعنی گوه. ببخشید من این رو به مخاطبین عزیز میگم، جمله مرحوم منتظریه، میگه یعنی آرای خودمون گوه، هیچ قبول نداریم. این بند خدایی که قرار بود از زندان آزاد بشن، این عزیزانی که قرار بود مثلا 6 ماه دیگه آزاد بشن، بر چه اساسی اینا اعدام شدن؟ آقای رئیسی ولکنت نخواهند بود
خانواده های اعدامی ها، ولکنت نخواهد بود نهادهای حقوق بشری، ولکنت نخواهد بود که شما فکر کنید می توانید مشمول مرور زمان قرار بگیرید. هیچ چیز مشمول مرور زمان قرار نمی گیرید، هیچ چیز، همه چیز سر جا خودش هست. حتی اگر ایشون هم فوت بکنه به طرق عادی، باید به هر حال پروندهش روز باز میشه و به عنوان یک لکه ننگ بر پیشونیش هست. خب جناب آصفی ببخشید چون فرصت ما خیلی کم است، یک سال دیگه هم از دارم از مصدر شما. آقای رئیسی صحبت از این کرد در این کنفرانس خبری که به صورت فراجناحی و مستقل وارد شده است و گفت که حالا نزدیکان آقای رئیسی حداقل صحبت از این کردند که کابینه آقای رئیسی هم فراجناحی و بدون اینکه در نظر مسائل جنایی رو در نظر بگیرد تشکیل خواهد شد. میخواستم شما نظر شما چه هست؟ پیش بینی میکنی که آقای رئیسی چه کابینه ای معرفی بکند؟ آیا واقعا این بحث مستقل بودن واقعی هست یا نه؟ همون شعاری هست که بسیاری از رئیس جمهورها میآیند همین شعار رو میدن، اما نهایتا در عمل ما میبینیم خب به هر حال ملاحظات مشخصی رو در نظر دارن. اتفاقا در جمهوری اسلامی شما باید مهندسی معکوس بکنید. وقتی اسم رمز این که من مستقل آمدم، یعنی این که از هسته مرکزی قدرت آمدم، یعنی از نیروهای اصولگرا آمدم، یعنی از نیروهای تندرو افراطی آمدم. استقلال معناش چیه؟ این چیزی که تو جمهوری اسلامی هست، تجربه این رأی‌گیری های چند ساله اخیر، این 20 و چند ساله اخیر، این فرهنگ رو چیز کرده که هر کس میگه من به هیچ جزء هیچ حزب و دست و گروهی نیستم باید بشک کنیم. مستقل یعنی وابسته، یعنی وابسته به حرم مرکزی قدرت. خب این از این بودش. از بود دیگه شما فکر میکنید مثلا آقای رئیسی چه کادر جمهوری اسلامی کدوم کادر نه؟ ببین یه بار هست ببینید باز تولید اقتدار در نظام‌های اقتدارگرایی باز تولید میکنن. در خود نظام هیتلر میبینی خب آدم های قوی میارن، از وزیر خارجش گرفته، از وزیر تبلیغاتش گرفته، از نخبگان نظامیش گرفته، مرتب این رو باز تولید میکنه. در دوره استالین هم باز به همین شکل قدرت باز تولید جمهوری اسلامی در نخبگانی که بتونن حتی سیستم رو چرخونن وجود نداره. حد آقای محسن رضایی همونه، 40 سال دیگه ایشون همینجوری سرحال باشه، پیر نشه، بیاد دوباره حرف بزنه، باز با 20,000 صفحه کتابی دفعه میاد زیر بغلش، باز همین چرندیات مناظره ایش میگه، ادعای سخیفش رو میکنه، اقتصاد رو به سخره میگیرن، نظام تامین اجتماعی رو به سخره میگیرن، مسکن رو میگه من 4 ساله از همین الان یه ساله اصلا حل میکنم. یعنی همه وعده ها و چیزا بیمالیاتی که نمیخواد، ولی وعده های سطحی و پوش و غیره قابل اجرا. آقای رئیسی هم تیمش رو از همین ها انتخاب میکنه. یعنی شما تمام بلوغ مدیریتی که در نیروی اصولگراهای افراطی هستن، پرویز فتاح، پرویز فتاح مثلا چه مثلا برنامه داشته، یا الان معاون رئیس شورای عالی مجازی مثلا میگن یکی از وزراشه، بعضی ها میگن نه یکی دیگه مثلا از، یا آقای عبداللهیان میخواد بیاد بشه مثلا وزیر خارجش که قبلا تو وزارت خارجه بود دوره های زنی. کادرهای به مراتب ضعیفتر، به مراتب به لحاظ سطح دانش و اون بلوغ و اون درایتی که باید به اصطلاح مدیر داشته باشی، به مراتب پایین در از دولت های قبلیه و الان اینا دارن لح لح میزنن که سریعتر قدرت رو بگیرن و سریعتر دارن نیروهاشون اونجا بذارن و آموزش حین خدمتشون رو یاد بگیرن. و توی بحثایی هم هست که ممکنه آقای قالیباف بشه معاون اولش، یا آقای جلیلی مثلا بخواد بیاد بشه. نیروها همینا هستن، همینها هستن که یه بچه محصلی که مثلا ابتداییش راهنماییش گذرونده، الفبای سیاست رو میدونه، به راحتی میتونه اینا رو نقل بکنه و به چالش ببره. نیروی فکری و ذخیره دانایی جبههی که پشت سر آقای رئیسی هستن همین چهره ها هستن. چیزی رو شما چیز نخواهی، نهایت هم وزیر خارجش آقای متکی مثلا، یا متکی اگر نشه آقای عبداللهیان بشه، آقای عبداللهیان چیز بشه، وزیر اطلاعاتش رئیس حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه مثلا میگن میخواد بشه. چیزی وجود نداره، ذخیره دانایی وجود نداره.
اینه که اینها یک کابینه کاملا رستم قاسمی بد بشه وزیر نفت، که شما اینو بفشور فشارش بدید فشارش بدید، یه به اصطلاح مهندس نفتی هم ازش بیرون نمیزنه، این آقایی که قبلا وزیر نفت آقای احمدی نژاد بود. نیروها همین در همین سطوح هستن و اینکه اینها صاحب برنامه باشن، صاحب تز باشن، صاحب برنامه توسعه باشن، بخوان کشور و مشکلاتش رو حل بکنن، همچی چیزی نیست. این دوران گذاشتن فقط آقای خاتم روحانی سریع امضا بکنه، بحث برجام رو تو همین دولت امضا بشه، ولی پولش رو آقای رئیسی بگیره، یه پول پاشی بکنه، دلار پایین بیاره، یه کارهای دیگه دستوری انجام بده، برای یه مدت خودش رو تثبیت بکنه، ولی از شش ماهه سال دوم این کار میدونه و چی نشه که پشت سر آقای رئیسی میره، خواهیم دید که چه فاجعه‌ای برای کشور از لحاظ اقتصادی و بحران ها چگونه باز دوباره سرباز میکنن و هیچ برنامه هم برای کنترل ندارن الا برنامه های دستوری. آقای رئیسی هم انگار یادش میره که دیگه بابا تو رئیس جمهوری تو دیگه نمیتونی تهدید کنی، مرتب برام توی مصاحبهش هم برای تهدید میکرد، ما وقتی شدی رئیس جمهور خب رئیس جمهور از یک کسی دیگه میشه و اگر قرار است کسی تهدید کنه و چیز بکنه اونه. باز اینی که من فکر میکنم یه دولت کمیکی رو کار میاد. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای آصفی، متاسفانه وقت ما به پایان رسید. خیلی ممنونم، طبق هر هفته روال هر هفته حضور پیدا کردین در این برنامه، واقعا استفاده کردم از صحبت‌های شما. امیدوارم در هفته آینده چهارشنبه باز هم توفیقی بشه در خدمت شما باشیم و خب به هر حال صحنه سیاسی در شرایط کنونی ایران صحنه بسیار تغییر پذیری هست و ما می‌بینیم شاید هر روز اتفاقات جدیدی میفته و احتمالاً تا روز تألیف آقای رئیسی باید منتظر یک سری حوادث غیر قابل پیش بینی باشیم به نظر من. امیدوارم هفته آینده باز هم توفیق بشه در خدمت شما باشم و تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. ممنونم، لطف دارید، تا هفته دیگر خداحافظی می‌کنم، از شما را بینندگان سپاسگزارم.